بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نوبت میکنم چون نوبت میکنم آقای من جلسه رسمی است. دستور جلسه روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1358 اصولی رو تهیه کردیم برای بررسی. اصل 103 در صورت فوت، کنارگیری یا عزل رئیس جمهور یا بیماری بیش از دو ماه یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است حداکثر ظرف 50 روز نسبت به انتخاب رئیس جمهور جدید اقدام کند و تا تعیین او وظایف و اختیارات وی را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد. آقای مراغی بفرم. به نام خدا. راجع به خود اصل، حقیقت این است که مخالفت آنچنانی نیست. فقط در مدت دو ماه بنده فکر میکنم بله انجام در این مدت اگر تغییری داده بشه بنده زیادتر چون خیلی چیزایی معمولی هست با پنجاه روز با اجازه با یه مقاره سوال این هست که اینها رو یا همش ویرگول کنی یه چیز جزئیه یا همش یا دو سه تاش یا هست یکیش ویرگوله اینها رو هماهنگ بشه اینها بعد قرار شد هماهنگ بشه اینی که الان اینجا داریم علت اینکه اون اولی رو دیگه ویرگول نکردن اینه که بعدش یک عبارت طولانیه از این جور چیزا میدونید که فعلا در وضع شکل نگرفته روابط کلمات جمله ها پیش میاد. آقای رحمانی بله میتونیم اون یای اول رو برداریم ویرگولش دو تا یا برداریم بله دو تا یا بله یا آخر میمون. آقای رحمانی یا عزل رئیس جمهور یا بیماری بیش از دو ماه، معناش این است که اگر دو ماه بیمار باشد اقدام میشود برای انتخاب رئیس جمهور جدید. اگر او باشه مشمول اصل قبلی است. اصل قبلی رو اگه پیشتون هست بخون. در اصل قبلی شورای موقت هست ولی اقدام برای انتخاب رئیس جمهور جدید نیست. در اینجا شورای موقت هست و انتخاب رئیس جمهور جدید. پس این بیش از دو ماه را هست کنید. یا شبیه اینها. بیش از دو ماه مریض بشود و بعد اونگاه مبادرت به تجدید انتخابات و رفراندوم بشود. یا اگر بیش از دو ماه چا؟ دو ماه هست مریض شده فردا خوب میشه. یک ماه دیگه خوب میشه. منظور این است که اگر تشخیص میدن عبارت وافی نیست. بسیار خوب. آقای فاتحی. ما در انتخابات ریاست جمهوری قبلاً شرط کرده بودیم که کاندیداها به تایید شورای نگهبان برسند و سپس رهبر یا شورای رهبری مثلا اعتبارنامی او را امضا و اذن در حکومت به وی اعطا نماید و حال شورای فرمان شروع انتخابات هم که به عهده رهبر یا شورای رهبریه
که در اول کار مثلا در موقعی که هنوز مجلسی نباشه رهبر کاندیدهای ریاست جمهوری رو معرفی میکنه. مجددا باز ما یه شورای دیگه اینجا درست میکنیم. ما نمیدونیم پس این شوراهای قبلی، شورای رهبری و خود رهبر و همونطور شورای نگهبان اینا چیکاره هستن که باز دوباره یه شورای جدید اینجا با تعیین کردیم؟ شورای امر دائمی است، این یه امر استثنایی است، ممکنه در 30 سال عمر سیاسی یک کشور یک بارم پیش نیاد. اونها شوراهای دائمی هستند. این پیش بینی است که اگر یک همچی وضع استثنایی پیش اومد، وظایف رئیس جمهور به عهده کی باشه؟ چرا اینو شوراهای دائمی قرار ندیم و مجددا یه شورای موقت اونم در ظرف 30 سال یه دفعه اتفاق میفته درست کنیم؟ مسئولان دیگه این سه نفر هر سه هستند دیگه، شورا درست نمی‌کنیم، میگیم این سه نفر هستند. آقای کیاوش، قبح مطلب بیرون بیاد، حسن مطلبی داشته باشه، از اول صحبت از وفات اینا نباشه، میشه اینطور اصلاح کرد: در صورت کنارگیری از بیماری بیش از دو ماه، فوت یا موجبات دیگری به ترتیب نهوست از اول نهوست فوت. فکر نمی کردم در یک مجلس انقلابی مرگ چیز نامطلوبی تلقی باشه. آقای خامنه‌ای، مرگ که نامطلوبه، شهادت که ریز آفاته. من این کلمه اقدام رو چون مفید آغاز هم هست، معنی شروع کردن رو هم میده، ما حد اکثر 50 روز فرصت میدیم تا اقدام کنه و این اقدام رو اگر به انجام دهد تبدیل بشه، یعنی نسبت رو بردارن، ظرف 50 روز انتخاب رئیس جمهور جدید را انجام دهد. اون اقدام یعنی بعد از 50 روز شروع کنه به این عمل. یه مقدار این جهت رو میرسون باید در دوان شروع انجام بهتره. اجازه بفرمایید آقای طاهری نوبتتون رو بنویسن آقا و بعدم ببندید اینجا. که بخوایم این کارا بکنیم باید بنویسیم موظف است ترتیبی دهد که حد اکثر ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. آقای قرشی، موجبات دیگری از این گونه موجبات دیگری مانند این های همچون لفظی باشه از این سلیستره. آقای طاهری گرگانی، همون مطلب تو بود طبق مقررات. یه طبق مقررات اینجا بگذارید جلوون اشکال گرفته میشه. طبق مقررات اون منظر رو تأمین نمیکنه، چون منظورشون اینه که میخواید این 50 روز برای اقدام برای انتخاب رئیس جمهوری باشه. سوالی که آقای خامنه ای میکنن که مجلس باید جواب بده. اشکال دیگری که این انتخاب رئیس جمهور از اون مقررات انتخاب رئیس جمهور خود داره جدا میشه که اینها اقدام میکنن اما با نظارت شورای نگهبان. این منظور اشکال نیست اصلا، این که اشکال نیست. عرض میشود که اشکالی که یعنی سوال و ابهامی که هست اینه که آیا مجلس میخواد 50 روز به این شورا وقت بده تا شروع کنه کار انتخاب رئیس جمهور جدید رو، یا میخواد 50 روز وقت بده که او را به پایان برسانه؟ 50 روز پایان یافته. نظر مجلس چیه؟ پایان یافته. پایان؟ موافقینه با اینکه تا 50 روز پایان به یابه دست بلند کنن؟ بسیار خوب، حالا ببینیم. اتفاقی بیشتر اینه که پایان. اجازه بدید پس عبارت رو درستش کنم. یادم
نسبت به بیماریش بعد از دو ماه 50 روز میشه تازه 50 روز میشه بعد از دو ماه. اشکالی نیست، ممکنه وقتی مریض میشه پیشبینی کنن که یعنی نوع بیماری ها گاهی طوریست که خیلی راحت میشه پیشبینی کرد که این برای 3 یا 4 ماه نمیتونه دیگه وظیفه را انجام بده. اگر یک چنین پیشبینی کردن بله اقدام میکنن، هر موقع قطعی شد، اگر هم نکردن بعد از دو ماه بیماری را اونجا بردارن. اصلا اگر کردن من این رو میخونم دیگه برای رأی گیری. در صورت فوت کنارگیری عزل رئیس جمهور، بیماری وی بیش از 2 ماه یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و تا تعیین او وظایف و اختیارات وی را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد. لطفاً رأی بگیرید، لطفاً رأی بگیرید. من برای اعلام رأی خوندم آقا، دیگه بعد از اعلام رأی لطفاً بعد ها میاد آقا. بعدش بوده شورای نگهبان بود. جدی آقای رشیدیان بعداً میگید اگر اختیارشو دادیم به این اون وقت، اگرم نبود که هیچ سالوه به انتفاع موضوع توضیح داده نشده. گردن خود بیا، گردن آقای بشید ما باید رأی تو پایند مذاکرات بگیرید بعد بگید آقا تمام اینجور درست میشه. شما این کار رو گاهی نمی کردید، شما این کار رو نمی کردید. از چه نظر آقا؟ من یه سوال دارم. بعد از اعلام رأی سوال فرمودید، من گفتم برای اعلام رأی میخونم. الان هم آقایان هم رأی دادن، رأی دادن که خدای نکرده یه خطا بوده، قابل برگشت نیست؟ خطا، من یه خطایی کردم باید برگردم. اجازه بفرمایید این رأی‌گیری تمام شد. چند Thank you.
نتیجه اخذ رأی عده حاضر در جلسه 58 شماره آرا 58 موافق 54 مخالف 1 ممتنع 3 تصویب شد. من توضیحی بدم به برادرمون آقای رشیدیان. موقع اعلام رأی آقای رشیدیان اگر صحبت بشه طبعا رأی گیری سالم نخواهد بود. خطا رو ما در دور آخرم میتونیم جبران کنیم، اما نظم رو هیچ وقت نمیتونیم جبران کنیم. نظم باید پا به پای کارمون جلو بره. یک نفر موافق و یک نفر مخالف حداقل مسئله را توضیح بدهند. نیست گفتن می تواند آقای، در اونجا نوشتیم اگر لازمه می تواند، ننوشتیم حتما. و بعد هم نبود کسی، ما تمام اسامی را که نوشتن گفتیم، داوطلب صحبت کسی نداشت. و اما آقای باریک بین بفرمایید سوال. قبلی در صورت فوت و یا کنارگیری و یا عزل معلوم است که میتواند شورا بعد از اون مدت یا در اولین فرصت اقدام کند به رئیس جمهور جدید. اما در صورتی که بیماریش بیش از 2 ماه کشیده است و هنوز هم عزل نشده است، چطور شورا رئیس جمهور جدید را انتخاب میکنه؟ اقدام میکنه یعنی بیماری بیش از 2 ماه خود به خود حکم استعفا داره. در قانون نوشته بشه. خود این بیانیه دیگه، وقتی میگیم باید اقدام کنه یعنی در حکم استعفا. در این حال این رو ما بازم رو شور میکنیم که اگر ضرورت داشته باشه، نکته ایست که باید در شور نهایی بهش توجه کنیم. اصل 104 را آقای آیت بخونیم. در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمیتوان استیضاح کرد، یا به اون رأی عدم اعتماد داد یا برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. آقای پرورش، وظایف و اختیارات هست، در اینجا اختیارات حذف شد. در مدتی که وظایف رئیس جمهور اختیاراتش رو دیگه نمیگیره، از این جهت چون شورای ریاست جمهوری در صورت فوت یا عزل یا بیماری بایستی به وسیله وظایف و اختیاراتش در اختیار شورا باشد، اینجا بعد وظایف و اختیارات اختیارات بیاد بر عهده‌ام باید برداشته بشه. باید یا بعد اختیارات از اون اصل برداشته شد یا اختیارات به این اضافه شد. اختیارات بر عهده‌ام باید برداشته بشه. در حال سؤال به جایی است تا ببینیم چه جواب مناسبی براش پیدا میشه. باید بر عهده‌ام باید بردارید روش باشورا بنویسید. آقای خامنه‌ای، من به این رأی عدم اعتماد ایراد دارم، به دلیل اینکه رأی عدم اعتماد در 2 موقع هست. یکی بعد از استیضاح، که طبعا وقتی استیضاح نکنن رأی عدم اعتماد نیست. دوم در اون موقعی که رأسا برای کسب اطمینان بیشتری نخست وزیر این کار رو میکنه. ما استیضاح رو که گذاشتیم برای این است که خب یه موقعی فرصت میگذره و استیضاح کنند و اگر نکرد در یه مهلت بعد، چون اون عللش باقی است برای مجلس، این حق باقی است، چیزی تضییع نمیشه. تجدید نظر در قانون اساسی هم همچنین. اما برای این رأی عدم اعتماد که وظیفه دولتی که در اون موقع رأی اعتماد نخواهد، وظیفه مجلس نیست، چون مجلس 2 راه داره، میتونه رأی اعتماد بده میتونه نده. ما از این 2 طرف یک طرفش رو ممنوع کردیم، یعنی همیشه مجلس رو موظف کردیم که رأی اعتماد بده. و رأی اعتماد دادن به معنای اینه که با علم به عدم صلاحیت اینها رو قبول کرده از روی استرار. و این غیر از استیضاحه که فرصت باقی است. دولت مشغول کار میشه
و با علم به عدم صلاح که مجلس علم داشته که اینها صلاحیت نداشتن رأی اعتماد زوری دادیم. ما این رو هیچ دلیل نداره بگذاریم، برای اینکه رأی عدم اعتماد شق دوم که دولت میاد قبل از استیضاح بدون استیضاح میخواد یه عمل تشریفاتیه. خب برن کارشون بکنن، اگه اعتماد خواستن بعد رأی اعتماد میتونن بگیرن و میتونن نگیرن. این صبح هم مطرح شد و شاید اگر عبارت رو من به همین دلیل اعتراض شد ولی قرار شد ما دولت را نمیتوان استیضاح یا برکنار کرد، ولی خودش یا کناری گیری کرد که دیگه ما نمیتونیم به مجلس بگیم که تو به زور اینو نگهش دار. نه تصورش که میگن هست، میگن عبارت. ما اگر عبارت رو اینطور بنویسیم دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا برای گرفتن رأی اعتماد یا تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود، که اصولا بگیم مطرح کردن او نباید باشه. مجلس مکلف کنه بین دو هم. در دو مورد دولت رأی عدم اعتماد یا اعتماد میده، یه وقت استیضاح، یه وقت هم در کارهای مهم مملکتی. یه وقت در مورد کارهای مهم مملکتی پیشنهاد شده است که به او رأی اعتماد باید بدن یا ندن، یه وقت هم در وقتی است که استیضاح بکنه. وقتی در این مدتی که شورای موقت عهده داره، این قسمت از رئیس جمهوری است، در این مورد یکی از کسانی که در شوراست نخست وزیره، بنابراین اگر خواسته باشن رأی عدم اعتماد بهش بدن میفته. حالا بر هممون هم عبارت ببینیم چی باشه. عبارت رساست. در دو مورد به دولت رأی اعتماد یا رأی عدم اعتماد میدن، یکی در وقتی استیضاح، یکی هم در وقتی که برای کارهای مهمی خودش برای اطمینان بیشتر تقاضای رأی اعتماد میدن. اون مورد که در اینجا اصلا مورد بحث نیست، میموند مورد استیضاح یا باید بیاد. خامنه این است که این عبارت ولو با احتمال ضعیف، نمیگیم احتمال قوی، قابل این معناست که دولتی اگر اومد تقاضای رأی اعتماد کرد، مجلس حق نداره به او رأی عدم اعتماد بده، موظف است به او رأی اعتماد بده. جای شائبه این معنا انصافا هست. نه هیچی رأی بشه نه اعتماد نداره، غلطه دیگه. حالا چه بهتر آقای عبارت درست سوال میشه دیدش کرد یا نه؟ اجازه بفرمایید. احتمال دیگر داره دولت رو استیضاح کردن قبل از این که استیضاح خاتمه پیدا بکنه و به مرحله رأی اعتماد یا عدم اعتماد برسه، نخست وزیر مریض شده و شورا تشکیل شد، استیضاح قبلا شده، رأی عدم اعتماد ندادن، در این رابطه قابل تصور. آقا عبارت رو دست نزن، عبارت هیچ اشکالی نداره. اینا دو مرحله. بنابراین پیشنهاد آقای آیت سالمتر از همه اینها میشه که مسئله، چون رأی عدم اعتماد یعنی برکناری دولت، اصلا به طور کلی بنویسیم در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمیتوان استیضاح یا برکنار کرد یا برای تجدید. اونجا میخوام بگیم اصل استیضاح هم عنایت بفرمایید، اصل استیضاح سست میکنه موقع دولت رو، بنابراین مثلا استیضاح هم نکنه. سوال میشه چه؟ سوال چرا غیر از استیضاح؟ دولت را نمیتوان استیضاح یا برکنار کرد یا برای تجدید نظر اقدام نمود. چطور؟ برای اینکه ممکن است مثلا یه خیانتی از دولت ثابت بشه برکنارش بکنه، رأی عدم اعتماد نمیگی در تشریفات، و الا اگر خیانتی و محاکمه یا در این 50 روز خود باید بذاریمش کنار. این عبارت بهتر باز تذکر آقای مکارم هم بجاست، یعنی یکی از فروض، چون رأی عدم اعتماد غیر از مسئله برکنار کردن به دلیل یک خیانت بیانه، این با اون فرق داره، نباید اون حالت رو ما از دست شورا بگیریم. در اون حالت که خائنه، خوب شورا خودش اداره کنه کشور. بنابراین اجازه بدید از اون شائبه دیگه صرف نظر کنیم و به همین عبارت بپردازیم. آقای رشیدیان، در اون قسمت آخر که میگه یا برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود،
چون در پیشنویس قبلی اعلام همه پرسی و شاید پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی به عهده رئیس جمهور بوده، همانطور دست نخورده این قسمت هم آمده. همانطور که در اصل 33 هم که من سوال کردم، اون مسئله دنباله همونی که همه پرسی مثل که به عهده رئیس جمهوره و حالا که فکر میکنم اینطور نباشه. بنابراین اینجا میرسونه که در زمانی که مثلا بیماره نمیشه همه پرسی کرد، یعنی مثل این که فرمان همه پرسی گویا به دست این آغاز یا تجدید نظر به دستور ایشون در قانون اساسی صورت میگیره و حال اون که فکر میکنم تجدید نظر در قانون اساسی به عهده رئیس جمهور نیست.